بینندگان عزیز سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشین. با برنامه تلسکوپ از تلویزیون اینترنتی وطن 24 در خدمت شما هستیم. من یک عکسی برای شما نشون میدم. خب این عکس با هم میبینیم. از دوستان تکنیکی خواهش میکنم که این عکس تمام صفحه برای شما نشون بدن. خب این عکس مربوط میشه به توییت عمران خان نخست وزیر پاکستان. عمران خان در این توییت خواستار فرستادن نیروی متخصص به افغانستان شده و مشخصا در مورد رشته های مثل طب، تکنولوژی معلوماتی و حسابداری صحبت کرده. خب این گفته های عمران خان با واکنش های زیادی روبرو شده. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور واکنش نشون داده و گفته که تشکر پاکستان، ما کادر متخصص به اندازه کافی در افغانستان داریم. اگر نیاز باشه هر کشوری میتونه به هر حال از دیگه کشورها کمک بخواد، ولی خب افغانستان فعلا در شرایطی هست که بتونه از عهده خود خود بیرون بشه. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه کشور هم واکنش نشون داد و گفت که افغانستان به اندازه کافی کادر متخصص داره و نیاز به حمایت کدام کشوری نداره. از طرف دیگه اشخاصی مثل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان یا معاون اول اشرف غنی همچنین آمدن واکنش نشون دادن و گفتن که پاکستان نیاز نیه برای ما دلسوزی بکنه و به نحوی به گفته خود اعلامیه‌ای که آقای کرزی داده بود در افغانستان هزاران دختر و پسر وجود دارن که متخصصن و در هر زمینه ما میتونیم از اونا استفاده بکنیم. خب یک بحث ما اینه که اگر شما میتونید استفاده کنید در حکومت پیشین در طول 20 سال چرا از این کادر متخصص به خوبی استفاده نکردین و استفاده کردین مدیریت درستی نکردین؟ ضعف مدیریت در حکومت های شما وجود داشت و ما نتیجه رو دیدیم. فساد اداری از مهمترین بحثایی بود که تمام جهان پر کرده بود که افغانستان در رتبه اول فساد اداری در جهان قرار داره. بحث بعدی موضوعی که عمران خان مطرح کرده. ببینیم، من یک چیزی میخوام برای شما بگم. در این اواخر به خصوص از وقتی که امارت اسلامی روی کار آمد، پاکستان همیشه نقش، حالا اصطلاحی که من میگم، نقش پدرخواندگی داره برای افغانستان ایجاد میکنه، بازی میکنه و این نقش پاکستان همیشه، یعنی شما در گزارش ها که ببینیم از هر چند موردی که پاکستان داره گزارش میده یا چیزی بیان میکنه حتما یک یا دو مورد در مورد افغانستانه و همیشه گفته که ما به کمک و حمایت افغان ها متعهد هستیم. من چند تا مثال برای شما میذارم. اولی که وقتی که امارت اسلامی روی کار آمد، پاکستان چرا مرز خود رو بست؟ حتی برای کسانی که ویزا داشتن، خیلی افراد به خاطر بیماری، به خاطر تداوی به پاکستان قصد مهاجرت داشتن، مهاجرت که نه خیر، قصد سفر داشتن ولی با مرز بسته مواجه شدن. خیلی از افراد به خاطر همین بیماری ها جان خود در مرز ترخم، مرز اسپین بولدگ از دست دادن، پشت درهای بسته مواجه شده بودن. یک موضوع. بعد از این که پروازها به جریان افتاد، تیکت کابل اسلام آباد یا تیکت های پرواز به پاکستان از 100-150 دلار به 1200 دلار رسید. این چه نوع تعهدیه که به افغان ها؟ شما میخواییم به افغان ها کمک کنید یا از افغان ها چیزی به دست بیارن؟ از افغانستان چیزی به دست بیارن؟ 1200 دلار تیکت پرواز خیلی قیمت سرسام‌آوری بود و خیلی خیلی مسائلی که حالا اتفاق افتاد. چرا افغانستان در زمینه هایی که درخواست میکنه و کمک میخواه پاکستان، از پاکستان چرا پاکستان کمک نمیکنه و در زمینه هایی که افغانستان نیاز نداره پاکستان میای میگه ما در این زمینه ها کمک میکنیم؟ بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد که صندوق حمایت برای افغان ها ما افتتاح نمیکنیم، یعنی از گشایش صندوق پولی حمایت برای افغان ها خودداری کرد. دلیل این کار چیه؟ خب گزارش های زیادی وجود داره. حالا ما کار نداریم که مثلا رسانه مثل نیویورک تایمز، یک رسانه آمریکایی، میگه گزارش میده که افغانستان با کمبود کادر متخصص مواجهه. او بر مبنای چه سندی با کدوم بالانس میگه گزارش پخش میکنه؟ بعد عمران خان میگه ما کادر متخصص میفرستیم. یا یک چیزی که واضحه، حالا در مشخصا در مورد فرار مغزها، اینه که
در گذشته مثلا پانتون‌های خارجی یا دانشگاه‌های خارجی می‌آمدند داخل افغانستان فعالیت می‌کردن، بعد از بین دانشجویان اینا غربالگری می‌کردن، نخبه‌ها رو با خود خود می‌بردن، از افغانستان خارج می‌کردن. یک توطئه بود که همیشه وجود داشت و همکنون هم وجود داره. دوست دارن افراد تحصیل کرده، افراد باسواد از کشور خارج بکنن و به نفع افغانستان در تنگنا قرار بدن. یک توطئه‌ای که غرب در پیش داره. بعد ما گزارش‌های داشتیم در کشورهای آمریکا و اروپا، در طول یک هفته ما دو تا گزارش داشتیم که دو تا پزشک افغان اختراع جدیدی ثبت کردن، ولی در کشورهای خارجی. خب اونا ما اگر داخل کشور خود خود داشته باشیم که قوقا به پا میکنه، ولی خب با حساب شما برین سایت وزارت تحصیلات عالی چک کنین چقدر قشر تحصیل کرده ای که ما داریم داخل افغانستان و باید از اونا استفاده بشه. بورسیه هایی که وزارت تحصیلات عالی با هماهنگی دیگه کشورها داره برای افراد تحصیل کرده میده، لیسانس، ماستری، دکترا با کشورهای مختلف، هزاران بورسیه سالانه داره اعلام میکنه. خب اینا همه میرن متخصص میشن، به نظر شما کجا میشن؟ طبیعتاً با یک قراردادی میان با وزارت تحصیلات عالی شامل بورسیه میشن که در آینده از اونا استفاده بشه. بنابراین ما کادر متخصص نماییم، به خصوص از پاکستان که خیلی صحبت ها در مورد پاکستان وجود داره. من یک گزارشی در مورد پاکستان پیدا کردم، اون رو برای شما میام نقل میکنم. سال 1399 یک هواپیمای پاکستانی سقوط کرد. بعد از بررسی های صورت گرفته متوجه شدن که خلبان، حالا به هر نحوی متوجه اختلاط با همکار خود بود، داشت با همکار خود صحبت میکرد و هنگام فرود آمدن چرخهای هواپیما رو باز نکرد. خب در نهایت هواپیما سقوط کرد، 98 نفر هم کشته شدن. تحقیق کردن و به دست آوردن که خلبان مدرک جعلی داشته، یعنی مدرک واقعی خلبانی نداشته. دیدن که بحث خیلی گسترده تره. بعد از تحقیقات بیشتری که انجام دادن، من اینجا یادداشت کردم، نزدیک به 300 خلبان در پاکستان مدرک جعلی دارن، از حدود 800-900 خلبانی که در پاکستان فعالیت میکنن و اینا با مدرک جعلی پشت به حساب هواپیما می نشستن و پرواز میکردن. بعد با چنین شرایطی پاکستان میخواه کادر متخصص به افغانستان ارسال کنه. یک سوال، با مدرک جعلی میخوای به افغانستان کادر متخصص ارسال کنی یا نه واقعا متخصص؟ و تشکر از دلسوزی های شما. عمران خان، پاکستان، ما آقا بالا سر نمیخواییم. وقت شما خوش.